به نام خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر. توجه کنید به مجموعه خبرین ساعت از نور. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. با معذرت، مشروع خبرها. روند تفتیش آرا بعد از یک روز توقف دوباره آغاز شد. کمیسیون انتخابات دلیل یک روز توقف در روند تفتیش آرا را رفع سوء تفاهم بین ناظران دو نامزد و نظم بخشیدن به روند تفتیش آرا عنوان می کند. مسئولان کمیسیون انتخابات می گویند که طرز العمل باطل کردن آرا تا به حال نهایی نشده است. این کمیسیون تاکید می کند تا زمانی که این طرز العمل نهایی نشود، روند تفتیش آرا به کندی به پیش خواهد رفت. حفیظ الله سالنگی گزارش می دهد. 8 روز از روند تفتیش آرا می گذرد. تا به حال این روند دوبار متوقف شده است. دلیل متوقف شدن این روند هم هر بار برداشتن سوی تفاهم بین ناظران دو نامزد و نظم بخشیدن به روند تفتیش آرا عنوان شده است. حالا کمیسیون انتخابات میگوید روند تفتیش آرا بعد از یک روز توقف با سرعت بیشتر دوباره آغاز شده است. روند تفتیش در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات امروز 7 صبح اثر گرفته شد و این روند در دو شفت در نظر گرفته شده. البته تفاوتی که نسبت به روزهای گذشته داشتند، روند توسط 80 تیم در هر شفت پیش برده میشه، اما طبیعی است که روند با مشکلات هم مواجه هست. مشکلات تکنیکی است، مشکل سیاسی وجود نداره در این روند. بعضی وقتا با نجویای صورت میگیره، اما ما به هر صورت تیم اصلاحات همگرایی با تمام قوت میخواهیم که این پروسه به جدیت به پیش بره، با دقت به پیش بره و یک رای ناپاک هم در بین رای پاک مردم افغانستان جا نداشته باشه، چی که با یک کسی خوش میشه و یا خفه میشه. کمیسیون انتخابات میگوید تا کنون بیشتر از 13,000 صندوق های رایدهی از 19 ولایت کشور به این کمیسیون رسیده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که طرز العمل باطل کردن آرا تا به حال از سوی نامزدان و سازمان ملل متحد نهایی نشده است. این کمیسیون تاکید میکند تا زمانی که این طرز العمل نهایی نشود، روند تفتیش آرا به کندی به پیش خواهد رفت. تیمای تکنیکی هر دو کاندید بحث های داشتن و اظهار نظر کرده بودند و همچنان یک سلسله انکشافات در رابطه صورت گرفته، ولی هنوز هم نهایی نشده. خواست کمیسیون مستقل انتخابات از تیمای تکنیکی هر دو کاندیدی است که هر چیز زودتر باید اتفاق نظر داشته باشند در مورد پروسیجر یا روشی که به خاطر روند در نظر گرفته شده، و در این زمان امیدوار هستم که امروز یا فردا نهایی شود. من فکر میکنم اگر در توافق روی لایحه ابطال آرا به توافق نرسه، تیم دکتر صاحب اشرف غنی ناگزیر که پروسه در یک مقطع. در نتیجه انفجار یک موترسایکل بم گذاری شده در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار، 9 تن شهید شدند و 24 تن دیگر زخم برداشتند. شهدا و زخمی های این رویداد همه غیر نظامیانند. در میان شهدا و زخمی های این رویداد زنان و کودکان نیز شاملند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حوالی ساعت 10:30 قبل از ظهر پنجشنبه در یک انفجار بمب جابجا شده در یک موتورسایکل پلیس محلی در ولسوالی خواجه‌غار تخار، 9 تن شهید و 24 تن دیگر زخمی شد. سخنگوی والی تخار میگوید که شهدا و زخمی این رویداد غیر نظامیانند و تنها یک سرباز پلیس محلی در این میان است. او گفت تا هنوز کسی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده، اما تحقیقات در مورد جریان دارد. بمبی که در یک موتورسیکل جاسازی شده بوده در بازار ولسوالی خواجه‌غار انفجار داده شده. کشته و زخمی ها همه افراد یک نفر از پلیس محلی زخمی شده. از سوی هم مسئولان صحت عامه تخار میگوید که تا حال 9 جسد و 24 زخمی این رویداد به شفاخانه ولایتی منتقل شدند که در بین زخمی ها و شهدای این رویداد زنان و کودکان نیز شاملند. آنان میگویند که وضعیت یک زخمی این رویداد وخیم است و بقیه زخمی ها قناعت بخش میباشد.
در مجموع به مراکز سی وزارت صحتامه در ولایت تخار 33 نفر مراجعه کرده که از جمله 33 نفر 9 نفر سان شهید شدن، 24 نفر سان زخمی شدن که از جمله دخمه یک خانم است، دو دختر است و 4 طفل است. پکش کلش افراد ملکی و کاهل است. مریض بسیار وخیم است که پپش مکمل متلاشی شده، امای رقیقه و غلیجهش تخریب شده، دلم در تحت کمکای مرکزی ما قرار داره. طرف تصاویم آمده من رو بری مکتب همینجا انفجار کرد یک موتورسیکل 8 نفر شهید شد از اون 25 نفر زخمی. این رویداد خونین‌ترین رویداد در سالهای اخیر در تخار خوانده شده است که از این پیش نیست چنین رویدادهای مشابه تلفات نداشته است. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح کشور در پیام ضمن محکوم کردن انفجار خونین در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار گفته است که این عمل مخالفان مسلح دولت را نشان می‌دهد که آنان به ارزش‌های اسلامی و انسانی احترام قائل نیستند. رئیس جمعیت اسلامی افغانستان افزوده است که این عمل کرده تروریستان در ماه مبارک رمضان اوج بی‌رحمی آنان را نشان می‌دهد. صلاح الدین ربانی برای شهیدان این رویداد بهشت برین، برای مجروحان آن شفای عاجل و برای بازماندگان این رویداد صبر جمیل استدعا کرده است. پیشنویس قانون مسئولیت و امتیازات اعضای شورای ملی پس از رد شدن از سوی مجلس سنا در کمیته مختلط هر دو مجلس شورای ملی به تصویب رسید. طرح این قانون تنها با حذف 25% معاش برای اعضای شورای ملی پس از دوران وکالت به تصویب رسیده است. شماری از فعالان مدنی تصویب این قانون را گام فراقانونی اعضای شورای ملی می دانند و می گویند که با تصویب این قانون اعتبار این شورا در نزد مردم پایین خواهد آمد. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. پیشنویس قانون مسئولیت و امتیازات اعضای شورای ملی پس از رد شدن از سوی مجلس سنا توسط کمیته مختلط هر دو مجلس شورای ملی به تصویب رسید. به غرض توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شده است. از آغاز تا انجام این قانون امتیازی به چشم می‌خورد که به اعضای شورای ملی در نظر گرفته شده است. در این قانون بر علاوه این که برای اعضای شورای ملی در دوران خدمت امتیازاتی در نظر گرفته شده است، پس از دوران خدمت نیز امتیازات زیادی تسجیل شده است. داشتن دو نگهبان همراه با سلاح و جنگ افزار پس از ختم دوره خدمت، اعطای گذرنامه‌های خدمت به اعضای خانواده نمایندگان و دیگر امتیازات از مواردی است که در این قانون تسجیل شده است. در تازه‌ترین اقدام کمیته مختلط شورای ملی تنها با حذف 25% معاش پس از دوره خدمت پیشنویس این قانون را تصویب کرد. بیشترین توجه و بیشترین نگرانی در مورد مسئله معاش بود و انعکاس بسیار منفی که در بین جامعه داشته همون موضوعش بوده، لذا اون مورد بحث قرار گرفته و از طرح قانون حذف شد. بقیهش برای توشیح فرستاده شد به رئیس جمهور. خب وقتی که از وظیفه خلاص میشن، واقعا مثل ازیست که خل اصلاح میشن، در معرض خطرات و آسیبها قرار میگیرن. لذا وزارت داخله و ارگانهای امنیتی در مجموع وظیفه دارن که به اندازه ضرورت هر شخص و تقاضای هر شخص، به صورت که دولت احساس کنه چقدر خطر متوجهش هست، از نگاه امنیتی باید تأمین کنه. شماری از فعالان مدنی کشور در مورد تصویب پیشنویس قانون مسئولیت و امتیازات اعضای شورای ملی پس از دوره خدمت این گونه دیدگاه دارند. متاسفانه پارلمان افغانستان دچار یک اشتباه محاسباتی دقیق در ارتباط با مسائل عواید ملی و همچنان امکانات موجود مالی در نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان شدند. پارلمان افغانستان توقعی به مراتب بیشتر از آنچه که در مسائل باید در حوصله نظام اقتصادی افغانستان است داشتند. اینها بدون اینکه متوجه شوند که کشور حتی نمیتونه 1% ناچیزی از عواید عادی خود تکافو بکنه، خواستار امتیازات بیشتر شدن در ارتباط با مسائل خودشان. اونا حتی فراموش کردن که در این کشور بیشتر از 1.5 میلیون انسان معلول و معیوب وجود داره که اونا به صورت جدی ضرورت به کمک های مالی و اقتصادی دارن که به مراتب مستحقتر از نماینده های پارلمان هستند. در این حال شماری از شهروندان کشور تنظامیز میگویند تا چند سال دیگر باید همه ما برای نگهبانی از اعضای شورای ملی آماده شویم. آنان از رئیس جمهور کرزی میخواهند که این قانون را توشیح نکند. این در واقع اگر این قانون تصویب شود، به این میمانه که چند سال بود نیروهای امنیتی افغانستان مکمل برده اینا شود و
بودجه دولت هم اختصاص داده شد به اینا و مردم افغانستان به سر پا بونن. فعالی خواست ما از رئیس جمهوری است که رد کنن و دلیل از اینکه این زمینه سازی فساد بیشتر را ایجاد میکنه برای وکلا. شهروندان و شماری از فعالان مدنی در حالی از توشیح قانون مسئولیت و امتیازات اعضای شورای ملی رضایت ندارند و از ریاست جمهوری میخواهند که آن را توشیح نکند، که پیش از این ریاست جمهوری در موارد مختلف به خواستهای شهروندان توجه جدی نکرده است. اکنون دیده شود که ریاست جمهوری و خواستهای شهروندان در این مورد توجه جدی خواهد کرد. فرماندهی عمومی مرکز تعلیمی و نظامی لویدرستز وزارت دفاع از توانمند شدن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای تامین امنیت کشور خبر می‌دهد. به گفته فرمانده این مرکز، هرچند هنوز هم ارتش کشور با چالش‌های مواجه است، اما در راستای تامین امنیت موفقند. در همین حال، فرمانده مرکز تعلیمی کابل از نیروهای ارتش خواست و تعهداتشان در امر تامین امنیت وفادار بمانند. شرح بیشتر از حضرت محمدی. با پایان سال 2014 میلادی و با خروج کامل سربازان خارجی تا آخر امسال از کشور، نیروهای امنیتی مسئولیت های امنیتی را بعد نمی گیرند. هرچند کمبود تجهیزات از چالش های اصلی بر سری رای پیکار با حراست‌گنی گفته می شود، اما در اینجا مسئولان دفاعی کشور از توانایی نیروها در راستای تامین امنیت اطمینان می دهند. واقعا نشان دادند که منصوبین اردوی ملی افغانستان این توانمندی را دارند که از وجب وجب خاکی کشور خود و از فرد فرد این ملت دفاع بکنند. واقعا دفاعی که ما شما میکنیم دفاعی مقدس است. در این حال فرمانده مرکز تعلیمی کابل که در مراسم فراغت بیش از 1000 سرباز و افسر از این مرکز در کابل صحبت می کرد گفت در 25مین دور فراغت سربازان از این مرکز بیش از 1000 افسر و سرباز از این مرکز سند فراغت حاصل کردند. از سوی هم فرمانده مرکز تعلیمی کابل از افسران خواست به تعهداتشان در قبال تامین امنیت کشور وفادار بمانند. و در هر گوشه و کنار افغانستان اگر وظایفی برای شما سپرده میشه، در وظیفه خود باید صادق، راستکار و وفادار به ملت و مردم افغانستان باشیم. به خاطر از اینکه اردوی ملی از میان مردم برخواسته و از منافع ملی و از مردم خود دفاع میکنه. اعتماد مردم به نیروهای امنیتی و نیز همکاریشان در روسیه تامین امنیت مهم گفته شده است. فرمانده تعلیمی و نظامی لویدرستز وزارت دفاع با مهم خواندن نقش مردم در این راستا از رسانه‌های کشور خواست در این امر با نیروهای امنیتی همکار باشند. او نقش رسانه‌ها در آگاهی عامه به منظور اعتماد به نیروهای امنیتی را مهم خواند. همین اعتمادی را که ملت امروز نسبت به ما خودت داره، این را قبول بکنی که زیادترین نقش ایجر رسانه‌ها بازی کردند. که اون واقعیت‌های عینی زندگی خودت انتقال دادن به ملت افغانستان. ما یک بار دیگه تشکر میکنم از تمام رسانه‌های افغانستان. در همین حال شماری از افسرانی که از این مرکز فارغ شدند میگویند که در برابر حملات راسفگران میستند و اجازه نمیدهند هیچ بیگانه با بهانه‌های متفاوتی به خاکشان تجاوز کنند. زری خوشحالم ز خپل ملی اردو تخپل پاج تز خپل افغانستان خدمت کول تز راغله ما شامل سوی ما امی ز کم سوګند کړه زری خو ز پدی باندې قسم کوم چې ز باندې یو ساس کوینم چې په بدن کې ز خپل وطن خدمت کوم. امی کې مواز وجه احمد کې می خایم د وطن خدمت کنیم، ما سوګند وفادار خود دیگه تعهد کنیم که دیگه دوتن خود خدمت کنیم. دیگه امید به خاطر خوشحال هستیم از اردوی ملی. طبق علاقه خاصی می داشته باشی که بخواد با وطن دفاع از وطن. ما آمدیم که از خاک و ناموس وطن از خود دفاع کنم و این در حالی است که هنوز هم ماینهای کنار جاده نیز از چالش‌ها بر سر راه نیروهای امنیتی گفته شده است. به باور مقامات امنیتی مخالفان مسئله دولت توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی را ندارند و به ناچار از ماینهای کنار جاده استفاده می کنند. باز رژیم صهیونیستی روز خبر داد. دو شهروند خارجی کارمند یک نهاد بین المللی صحی پیش از چاشت امروز در مرکز شهر هرات کشته شدند. مسئولان محلی هرات میگویند که این افراد از مسئولان یک نهاد صحی خارجی به نام IAM بودند. هرات میگوید که افراد کشته شده شهروندان آلند و اردوزنند
و در حالی که سوار بر یک تاکسی بودند در منطقه چوک گلها شهر ایراد به قتل رسیدند. گفته شده که این رویداد پس از آن صورت گرفته که دو فرد موترسایکل سوار به طرف این افراد تیراندازی کردند. ولی ایراد افزوده که در حال حاضر اجساد این افراد در سردخانه شفاخانه ایراد نگهداری می شود. متاسفانه که امروز واقعی که رخ داد در شهر ایراد و از طرف تروریستا یک دو خانومی که در موتر تاکسی به طرف دفتر خود می رفتن و اینا شهرونده فنلند هستند و همکارای صحی در بخش روانی با صحت عامه ایراد هستند که این کار تروریستا فقط بخاطری که در شهر یک تشنج و اخلال بکنن سود دیگه نداره و اینا کار بخاطر کسایی می کردن که اونا در همین حال سخنگوی شفاخانه اوزوی ایراد میگوید که یکی از این زنان 38 ساله و دیگر 45 ساله می باشد که در وجود یکشان یک مرمی و دومی سه مرمی شلیک شده است. دو تن از زنهای خانمهای حدودن 45 سال که به اسم کلیزا مارتین و یک هم به نام سیا جان که بودن از افتران دفتر ممنیت بین المللی دفتر آیهی در ایران بودن انگاهی که در بزار مصروف خیلی مورد معامله خود بودن مورد فعل مرمی افراد مشخص قرار بگیرن متاسف نمیستن به شفاخانه در مسیر را جان میبازن. گفتنی است مؤسسه آی ام در ایراد در بخش صحت روانی ایراد همکاری داشتند. صدها تن از باشندگان ولایت تخار علیه تجاوز و حمله اسرائیل به نوار غزه راهپیمایی کردند. باشندگان تخار میگویند که رژیم اسرائیل خشن‌ترین نوع جنایت علیه بشریت را مرتکب شده است. تظاهر کنندگان با صدور قطعنامه از سازمان ملل خواستند که برای پایان دادن به کشتار مردم بیگناه پایان دهند. قرار است فردا در شهرهای مختلف کشور به مناسبت روز جهانی قدس و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و ویژه ساکنان منطقه محاصره شده غزه در برابر حملات اخیر رژیم اسرائیل چند تجمع و راهپیمایی برگزار کنند. مولوی حبیب الله حسام خطیب مسجد جامع میلاد النبی و تلویزیون نور گفته است که قرار است شهریان کابل پس از ادای نماز جمعه در مقابل مسجد میلاد النبی واقع در ساحه باغ بالای شهر کابل از روز جهانی قدس بزرگ داشت و با مردم مظلوم فلسطین اعلام همبستگی کنند. در همین حال قرار است یک راهپیمایی دیگر با مناسبت روز جهانی قدس ساعت 8:30 دقیقه صبح فردا در چهارراه کوته سنگی برگزار شود. همه‌ساله مسلمانان جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان تحت عنوان روز جهانی قدس با مردم مظلوم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل اعلام همبستگی می‌کنند. در محفلی که امروز از سوی حوزه علمیه رسالت زیر نام آنس با قرآن تدویر یافته بود، سخنرانان بر یک پرچگی مسلمانان تأکید کردند و باور اشتراک کنندگان این محفل اگر مسلمانان مطابق قرآن کریم عمل کنند دیگر هیچ مشکل فراراهشان عرض وجود نخواهد کرد. در همین حال سخنرانان این محفل حملات رژیم اسرائیل بر نوار غزه را محکوم کردند و گفته آنان بی‌تفاوتی کشورهای غرب در برابر حملات بی‌رحمانه رژیم اسرائیل بر نوار غزه نشان می‌دهد که شعار انسان دوستان این کشور میان خالی است. برای بزرگداشت از ماه مبارک رمضان معمولاً برنامه‌های آموزشی و قرآنی در این ماه برگزار می‌شود و روی مسائل دینی و قرآنی در این گونه مجالس بحث صورت می‌گیرد. به همین رو روز پنجشنبه محفلی از سوی حوزه علمیه رسالت در کابل برگزار شد که در آن علمای دینی، استادان و دانشجویان شرکت کرده بودند. در این محفل روی مفاهیم علمی قرآن بحث شد که سخنرانان در این محفل یگانه علت عقب ماندگی مسلمانان را عملی نکردن دستورهای قرآنی در زندگیشان عنوان کردند و اتحاد مسلمانان را در این برهه زمانی یک ضرورت دانستند. بدون شک امروز این همه بحران، جنگ، مصیبت، کشتار، نزاع، کشمکش، دوئیت، بدبینی، اختلاف سمتی قومی مذهبی و سایر اختلافات بیجان ریشه در عمل نکردن به دستورات قرآن دارد.
از سوی هم اشتراک کنندگان این محفل حملات رژیم اسرائیل بر نوار غزه را نکوهش کردند و بر اتحاد و یک پارچگی مسلمانان تاکید کردند. به گفته سخنرانان، خاموشی کشورهای غربی در قبال حملات رژیم اسرائیل بر نوار غزه نشان داد که شعارهای تامین حقوق بشر و دیگر شعارهای انسان دوستانهشان میان خالی بوده است. حتی شما اگر تلویزیون ها رو نگاه کنید که قطعا نگاه میکنید، کشورهای اروپایی، آفریقایی، آمریکایی، خیلی عذر میخوام خواهران محترم اینجا حضور دارن، زنان با بدترین حجاب میان. چرا؟ میان از فلسطین حمایت کنن. میگه هم دین من نیست، هم مسلک من نیست، هم روش من نیست، ولی یک انسان که هست. محفل انس با قرآن در حالی در کابل برگزار شد که همسالت دهه اخیر ماه مبارک رمضان با عنوان دفاع قدس گرامی داشته می شود. امسال قدس امرا شده است با حملات بیرحمانه رژیم اسرائیل بر نوار غزه و سکوت معنادار کشورهای غربی و حامی حقوق بشر. و در خارج از کشور، در 18 روز حمله هوایی و زمینی رژیم اسرائیل به غزه، روز پنجشنبه 45 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. مقامات صحی در غزه میگویند که شمار شهدای مردم غزه در 16 روز اخیر به 740 شهید و بیش از 4600 زخمی رسیده است. ارتش رژیم اسرائیل امروز منطقه خان یونس در غرب غزه و همچنان در شرق و باریکه غزه را مورد حملات سنگین هوایی و توپخانه‌ای قرار دادند. مقامات صحی در غزه میگویند که با وجود درخواست سازمان جهانی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد برای آتش بس موقت در غزه، نیروهای رژیم اسرائیل حتی به سمت آمبولانس ها نیز در خان یونس شلیک کردند. گزارشگران رسانه‌های مختلف در غزه میگویند که حملات کور هوایی و زمینی رژیم اسرائیل به غزه وضعیت این منطقه را از هر لحاظ دشوار کرده است. در همین حال، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده عملیات اضطراری گفته است که اکثر کشته شدگان در روزهای اخیر غیر نظامیان از جمله زنان و کودکانی بودند که ارتباط با اقدامات مسلحانه نداشتند. بلند رفتن آمار کشته ها و زخمی های ارتش رژیم اسرائیل در حمله زمینی به غزه سبب شده است تا سربازان ارتش این رژیم از رفتن به جبهه جنگ خودداری کنند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست فاش کرده است که حدود 50 تن از نیروهای ذخیره ویژه ارتش رژیم اسرائیل گفتند از این که در گذشته با ارتش رژیم اسرائیل خدمت کردند پشیمانند. این در حال است که نیروهای گروه عز الدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا حماس، از کشته شدن 8 سرباز رژیم صهیونیستی بامداد امروز خبر داده است. در همین حال، نیروهای قدس، شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی نیز اعلام کرده است که 6 سرباز ارتش رژیم اسرائیل را بامداد روز پنجشنبه در منطقه بیت هانون در نوار غزه کشتند. اما رژیم اسرائیل تنها کشته شدن 3 نیروی نظامیش را امروز تایید کرده است. ارتش رژیم اسرائیل گفته است که میزان تلفاتش به 37 کشته، مشمول 34 نظامی و 3 غیر نظامی رسیده است. اما جنبش حماس میگوید که میزان کشته های ارتش رژیم اسرائیل به 63 کشته و نزدیک به 300 زخمی رسیده است. حماس یک سرباز دیگر اسرائیلی را نیز به اسارت در آورده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل به منظور تشویق سیاستمداران عراقی به یافتن راه برای رفع بحران داخلی این کشور وارد بغداد شده است. دبیر کل سازمان ملل خواستار آن است که در عراق یک دولت فراگیر با مشارکت نمایندگان تمامی گروه‌های قومی و مذهبی تشکیل شود تا بتواند با کسب حمایت گسترده‌تر مردم مانع از تجزیه این کشور شوند. برخی از منتقدان نوری مالکی، نخست وزیر دولت ائتلافی حاکم کنونی و سیاست‌های 8 ساله زمامداری او را عامل تشنج‌های قومی و مذهبی در عراق دانسته و گفتند که این وضعیت زمین اساس ظهور و موفقیت نظامی داعش بوده است. نخست وزیر اوکراین روسیه را متهم به سرنگون کردن 2 هواپیمای نظامی اوکراین کرده است. تنها یک هفته پس از انهدام هواپیمای مسافربری MH17 در شرق اوکراین، مقامات وزارت دفاع اوکراین اعلام کردند
که دو هواپیمای جنگی این کشور روز چهارشنبه در همان منطقه سرنگون شدند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین و تلویزیون یورونیوز گفته است که یکی از هواپیماهای نظامی اوکراین با یک راکت از روی زمین سرنگون شده است و دومین هواپیما به طور قطع توسط موشک هوا به هوا سرنگون شده است. نخست وزیر اوکراین در پاسخ به این پرسش که بدین ترتیب آیا وجود یک هواپیمای مهاجم در آسمان را تایید می کند، گفت قطعا و به طور حتم این هواپیمای اوکراینی نبوده است. او از متحدان غربی کشورش خواسته است تا با ارائه اطلاعات دقیق تر به کشورش کمک کنند. سخنان نخست وزیر اوکراین می تواند تنش بین روسیه و اوکراین را افزایش دهد، زیرا این بدان معنا است که روسیه مستقیما وارد جنگ با اوکراین شده است. و در ادامه دیدارهای تظاهراتی تیم‌های اروپا در اردوهای پیشفصل خود، شب گذشته چند بازی در نقاط مختلف قاره سبز برگزار شد که در مهمترین آنها تیم‌های اتلتیکو مادرید قهرمان فصل گذشته لالیگا اسپانیا 1-0 نومانسیا از دسته دوم اسپانیا را شکست داد و پاریس سن ژرمن قهرمان لو شامپونه فرانسه 2-1 نیس و پیروزی دست یافت. در لس آنجلس آمریکا تیم منچستر یونایتد در نخستین دیدار تظاهراتی خود با هدایت لوئیس فنخال 7-0 تیم لس آنجلس گلکسی آمریکا را در هم کوبید. منچستر سیتی هم که اردوی پیشفصل خود را در آمریکا برپا کرده به مسافه اسپورتینگ کانزاس رفت و این تیم را با نتیجه 4-1 شکست داد. این بود مجموعه خبرین ساعت. بقیه وقتتان خوش. افطار خوش داشته باشید. خدا نگهدار.